سلام خدمت همه بینندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که خیلی بی مقدمه ما پرسپولیس بازی میکردیم، بعد یه بازی داشتیم توی یه کشور عربی، بعد آقای پروین سرمربی تیم ما بود، بعد هر کار خوبی که بچه ها میکردن، خب طبق نوع بیان آقای پروین ایشون بچه ها رو تشویق میکرد. سرمربی تیم حریفم میلان ماچالا بود. بعد علی آقا هر که کار خوب میکرد میگفتش که ماچالا ماچالا، این هی برمیگفت گفت یس یس مثل پروین، بعد اون دوباره میگفت چی میگه محمود دیوونه است، دوباره دو دقیقه دیگه ماچالا، دوباره میگفت یس yes. بعد فکر کردم میخواد حواسش رو پرت کنه علی پروین، میگه ماچالا، میخواد حواسش رو پرت کنه بازی رو پخش هم که نمیشه خدا رو شکر. بازم بگم یه دونه دیگه این واقعی ها گفت ماچالا، میگفت یس yes. صرفم واقعی بود ها، هم میگفت یس yes. بعد میگفت محمود این دیوونه هست چی میخواد حاشیه درست کنه چی. جامعیت خیلی دلسوز جامعه این دست نداشت خدایی بس ادامه بده سومیرم بیاره بعد کرونا میگه به یاد اون ایام نه تا قبل از که کرونا تمام شه میخوام سومیرم بیارم. آره بس که کلا رفاقتمون داره تمام میشه. درود بر تو، پرچمت بالا، فدای شما، خیلی مردی. حالا تو با این همه در واقع ماشاءالله عیالواری و اینا دیگه اصلا فرصت معاشرت و رفاقت با پژمانی که مجرده و هنوز خودشو همینو می‌خواستم عرض کنم دیگه. قبلا خب ما خیلی بیشتر میتونستیم همدیگه رو ببینیم، ولی خب دیگه وقتی آدم بچه دار میشه شرایط سخته، مخصوصا وقتی سر کارم هستی دیگه، بعد از کار فقط میری خونه یکی دو ساعت با بچه ها فقط بازی کنی و سر کله بزنی و کلی هم ازت انرژی میگیره، بعدش هم بخوابی که دوباره فردا صبح بتونی بری سر کار. سام به من یه رفیق خوب بهش توصیه میکنی ازدواج کنه؟ اگه کسی حاضر شه باشه ازدواج کنه. آخر رفیق باید خوب رفیقشو بخواد دیگه، میخوام ببینم تو باید نشناستش دختره، باید خیلی رفاقت سریع رفاقت یه طرف هم داریم. من میگفتم دو نفر باید با هم، ولی این یه نمونه یه طرفش. نه ولی هر کسی که با پژمان ازدواج کنه قطعا خوشبخت میشه، بسیار بسیار پسر مهربونیه و مسئولیت پذیر. یه آقای محترم ماشاءالله. آقای سلاق مطمئنم شما هم مثل همه آدم ها یه قلب داری، بالاخره تو سینت خونواده داری دیگه، یه لحظه به حرفای من گوی. خب برای یه فیلمی اومدیم اینجا تبدیل اصابات کنیم، آقای عیقی رو میشتازی کار کرده. یکم رحم داشته باش بازه، من برای توضیح میدم تازه اونه به قرآن سرگردونه، پس کاره ای نبودم اینجا. چقدر سرگرد داری؟ همش در حق هنرمنده داره ظلم میشه. تو انا عصبانی منو نکش، به خدا پشیمون کسافت میگم منو نکش، آشغال نابود سر نکش. من باست مرده باشم بذارم یه تار مؤثر بازیکنهای پرسپولیس کم بشه. خونم پژمان جمشیدی، کسی که گل پیروزی پرسپولیس رو به سپاهان زد سال 82 تو خود اصفهان یادته با چپ زدن.
شاهد خیلی مردی. آقای جمشیدی چه خوب که در جشنواره هستین. بله خیلی ممنون. چون شما با انرژی همیشه هر جا هستین هستین و با خودتون انرژی میارید. خیلی ممنونم لطف و ده. اصلا هیچ وقت فکر نکردید که شما آخر عاقبت زندگیتون از زمین فوتبال به تئاتر و سینما کشیده بشه؟ خدمت شما عرض میکنم که اولا سلام عرض میکنم خدمت همه یه کسانی که دارن تصویر من رو میبینن. شما به من لطف دارین، خیلی متشکرم. امسال سوم سالیه که من در جشنواره فجر حضور دارم. سال اول با خوب بجل فر پیمان و قاسم خانی، پارسال با سوء تفاهم دکتر معتمدی و امسال هم با ایده اصلی سرکار خانم موبویی. نه واقعا من هیچ وقت فکر نمی‌کردم. من از طرفداران پر و پا قرص جشنواره فجر بودم از اوایل دهه 80 تا امروز. فکر می‌کنم دو دهه است که حتی شاید یکم فکر کنم یادم بیاد که کدوم بازیگر مرد در کدوم سال سیمرغ گرفته، کدوم بازیگر خانم سیمرغ گرفته یا کدوم فیلم بردار، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که خودم روزی در جشنواره فجر حضور داشته باشم و حتی کاندید بشم. و کاندید شدن پارسال میتونم بگم که یکی از بزرگترین اتفاقات و خوشی‌های زندگی من چه در عرصه هنر و چه در عرصه ورزش بود. وقتی که شما فکر میکنید ندیده شدم برای من ارزش منده، نه زندگی اینقدر برای چیز مهمیه که بخوام برای دیده شدم یک همچین کاری بکنم. نه فوتبال رو برای انتخاب کردم نه سینما. تو این 4-5 سالی که من در جشنواره فجر هستم تا حالا نقد شخصی از خودم ندیده بودم، تعریف شخصی. یعنی اگر هم مثلا در سوء تفاهم من کاندید شدم، در مورد فیلم نقد می نوشتم و گوشه ایش در مورد بازی من یا در مورد خود بجت ایده ای اصلی فیلم هایی که من در جشنواره داشتم. سه روز پیش ظهر، چون اینستاگرامم خیلی کم میرم و کلا خیلی الان چک نمی کنم، یکی از دوستان سر صحنه فیلم برداری من گفت یه نقد خیلی خوب یه صفحه برات نوشته. من خیلی خوشحال شدم، نقد شخصی و صرفا به خاطر بازی من در فیلم شیش لیگ بود. به محض اینکه من اون نقد رو خوندم و اون خبر رو خوندم، همون صفحه خبر بعدیش فوت علی انصاری بود. وقتی ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم اینقدر برای من بی‌ارزش هم این هایی که میگید و این سه روز پیش تلنگری به من زد، بدنم لرزید وقتی یک تعریف از خودم دیدم و خبر بعدیش در مورد فوت علی دوست عزیزم بود. برای همین اونقدر زندگی برای واقعا با ارزش نیست که فکر کنید برای دیده شدن من فیلم بازی کنم. اصلا اینطوری بود. خودم رو سرده.